شیطان شناسی 1. بسیاری از ما میپنداریم که شیطان و وسوسه هایش وحشتناک و غول‌آسا و سخیف و زننده است. گویی شیطان چون لولو خورخوره میباشد. در حالی که توصیف قرآن درباره شیطان اتفاقاً برعکس پندار ماست و میفرماید که شیطان امیال و اعمالتان را برایتان زیبا و لطیف میسازد و شما را به آن مغرور میکند و اتفاقاً شما را از فقر و نداری به وحشت میاندازد و بدین گونه در شما رخنه میکند. به قول قرآن تنها کالای شیطان برای انسان همان غرور است و آدمی فقط از طریق زیباسازی افکار و اعمال زشت خود مغرور می شود. بنابراین واضح است که قدرت توجیهگری ما درباره اعمال نادرست همان حضور شیطان است. شیطان در قلمرو منطق و ذهنیت ما از درب مفاهیمی چون عشق، خدا، سعادت، پیشرفت، علم، افتخار، خدمت و قداست ها وارد می شود و بدین گونه است که می تواند فسق را عاشقانه سازد و خیانت را لباس خدمت بپوشاند و بخل را تعبیر به غیرت نماید. پس یادمان باشد که رد پای شیطان را در خودشیفتگی ها و افتخارات و قداست ها و عظمت های خود بشناسیم و نه در حقارت ها و بدبختی ها.